سلام بچه، امیدوارم حالتون خوب باشه. وردی الپی هستم، خوش اومدید به ویدیو آموزشی دیگه. تو این ویدیو میخوام بهتون آموزش بدم که چطوری خودم با استفاده از نرم افزار OBS گیم پلیمو ریکورد میکنم و چطوری از اون استفاده میکنم. بچه ها لطفا اگه برای بار اولی که وارد کانال من شدید و از این سبک ویدیو خوشتون میاد، حتما منو سابسکرایب کنید، اون زنگوله کنارش هم بزنید که به محض اینکه من ویدیو جدید منتشر میکنم شما اولین نفری باشید که ازش مطلع میشه. پیج اینستاگرامم و لینک کانال تلگرامم براتون توی دیسکریپشن نوشتم و تمام نرم افزارهایی که اینجا بهتون معرفی میکنم و لینک دانلودشون رو براتون توی دیسکریپشن مینویسم. میتونید توی اینستا و تلگرام هم جوین بشید و یه سری از ویدیوها رو از اونجا هم تماشا بکنید. یه توضیح هم راجع به این بدم که چرا الان دارم این کارو میکنم. ببینید بچه‌ها، من کارهایی رو توی این کانال دارم انجام میدم که یا شما رو خوشحال میکنه یا شما ازم خواستید و به درد شما میخوره. به خاطر همینه که بعضی موقع ویدیوهای آموزشی هم درست میکنم که بتونم جواب یه سری از سوالای شما رو بدم. این دفعه به طرز عجیبی راجع به نرم افزار OBS ازم تو دایرکت اینستا سوال کرده بودین. منم گفتم یه ویدیو راجعش درست کنم که جواب همتون رو بتونم یه جا با هم دیگه بدم. بریم ببینیم چیکار باید بکنیم برای استفاده کردن از این نرم افزار. ببینید، قطعا کار اولی که واسه استفاده از هر نرم افزاری باید بکنید اینه که دانلودش کنید. اینجا من سایت خود OBS رو بهتون پیشنهاد میدم، obsproject.com. وارد سایت که شدید اینجا بستگی داره که سیستم عاملتون چی باشه دیگه. اگه ویندوز باشه از اینجا، مک باشید از اینجا و لینوکس هم از اینجا میتونید دانلود بکنید. روی هر کدومش که کلیک بکنید شروع می‌کنه به دانلود کردن و خیلی راحت میتونید دانلود و نصبش بکنید. نصبش هم اصلا کار سختی نیست. وقتی که نصبش کردید، حالا چون من نرم افزار رو داشتم و نصبش هم کردم قبلا، یه راست میرم وارد محیط نرم افزار میشم. وارد نرم افزار که میشید محیطش این شکلی هست. همونطوری که میبینید الان اون پشت تصویر دسکتاپمه و این بغل تصویر وبکممو دارم که اینا رو بهتون کم کم آموزش میدم که چطوری میتونید اضافه بکنید. اول از همه تو این پارت میخوام با محیط کلی نرم افزار آشناتون کنم و بگم که کلا تمام اینا چی هستن و چه کارهایی انجام میدن. اینجا یه نوار ابزاره که فعلا تو این پارت باهاش کاری زیاد نداریم، اما این پایین خیلی تمام قسمتش مهمه. این قسمت سینا هستن که تمام صحنه‌هایی که شما میخواید توش کار انجام بدید. مثل جعبه میمونه که خالی و شما هر چیزی که دلتون بخواد میتونید بریزید توش. حالا الان چون من خودم دارم از این استفاده میکنم، یه سری سورس بهش اد شده، ولی الان به خاطر اینکه شما کاملا درست متوجه بشید، من یه سین جدید باز میکنم و از روی اون بهتون یاد میدم که باید چیکار بکنید. این قسمت سورس ها هستن که منابعمونه و باید اضافه بکنیم به سینمون که ما میخوایم از چیا رکورد کنیم. صدا باشه، عکس باشه، تصویر وبکم باشه، تصویر دسکتاپ باشه یا هر چیز دیگه‌ای که خودمون بخوایم. اودیو میکسر برای کنترل صدا. میتونید صدای دیوایس های مختلفتون رو از اینجا کنترل بکنید. حالا چون من صدا رو دارم با یه دیوایس دیگه ریکورد میکنم و بعداً روی ویدیو هم اضافه میکنم، اینجا الان چیزی تغییر نمیکنه. صدای دسکتاپتون هستش و هر دیوایسی که متصل باشه به OBSتون. این قسمت سین ترانزیشنه که مثلا شما اگه چند تا صحنه داشته باشید و بخواید در روی یه صحنه برید روی صحنه دیگه، میتونید مثلا این حرکت رو با موشن انجام بدید که آروم آروم عوض بشه یا به صورت اسلاید عوض بشه یا ورق بخوره مثلا یا مدل‌های مختلف دیگه‌ای که توش هست. و سمت راست هم کنترل هامون هستن که سری ستینگ رو میتونیم توشون تغییر بدیم و برای مثلا استارت زدن استریممونه و استارت زدن ریکوردینگمونه و استودیو مود و ستینگ و اگزییت هم که بزنید که مشخص از برنامه خارج میشه. این نوار پایین هم نشون میده که مثلا شما چه مدته که لایوتون رو استارت زدین یا چه قدی که دارین ریکورد میکنین. همونطوری که میبینید الان 9 دقیقه است که من دارم ریکورد میکنم و اینم فریم ریت سی پی یو تونه که من روی 60 اف پی اس الان دارم ریکورد میکنم. خب بریم از اول از اد کردن سینا بهتون بگم که چیکار باید بکنید. این پایین علامت به علاوه هست تو سین، اینو که بزنین میتونین یه صحنه جدید یا مثلا همون سین دو رو اضافه بکنید به اینجا که الان من اینو که اضافه میکنم دیگه تصویر وبکمم و اینا کلا رفته و شما تصویر سیاه میبینید فقط. این سین دومیه که الان من اد کردم تو OBS و میتونم اینا رو تغییرشون بدم، ولی الان به خاطر اینکه من تو این سین دارم ازش استفاده میکنم دیگه نمیتونم اونجا ادش بکنم. حالا بقیه‌اشو همینجا بهتون نشون میدم. ویدیو کپچر تصویر وبکمتون بود که میتونستید اد بکنید و وبکمتون رو انتخاب بکنید و تصویرش اینجا میومد. برای مثلا کوچیک بزرگ کردن تصویر وبکمتون هم میتونید از اینجا تصویر رو بکشید بزرگتر بشه یا کوچیکترش بکنید یا هر کار دیگه ای که خودتون دلتون میخواد میتونید انجام بدید. میتونید جاشو تغییر بدید. مثلا الان چون من کروماکی دارم، بک‌گراندم هیچی نیستش، اگه جای تصویر رو تغییر بدم پشتم هیچی نیستش، خالی و شما تصویر خود OBS رو میبینید. سورس بعدی که خیلی مهمه و شما حتما باید اضافهش بکنید دیسپلی کپچرتونه که اینجا باز به علاوه رو که بزنید دیسپلی کپچر رو میتونید از اینجا اد بکنید. ببینید چیزهای مختلف اینجا هست که بستگی به نیازتون برای کار و OBS از اینجا میتونید تمامشون رو اد بکنید. مثلا ویندو کپچر که یه پنجره دیگه مثل همینی که الان بازه بهتون میده و مثلا شما میخواهید که هرچی تو این پنجره هستش ریکورد بشه، مثل همینه دقیقاً. ویدیو کپچر هم که گفتم تمام دیوایسایی که ویدیو میگیرن از اینجا میتونید اد بکنید تو OBS و تصویر
اون دیوایس رو بگیرید برای فیس کم یا هر کار دیگه‌ای که می‌خواید بکنید. تکس هم میتونید یه نوشته بذارید که تمام مدت اون قسمتی که خودتون مشخص کردید اون نوشته باشه حتما. مدیا سورس هم مثلا میتونید یه دونه ویدیو بذارید پخش بشه همینجوری که دارید ریکورد می‌کنید و چیزای مختلف که خیلی تعدادشون زیاده و فعلا شما به اونا نیازی ندارید خیلی. من بیشتر می‌خوام بهتون آموزش بدم که خودم چجوری الان دارم گیم پلی ریکورد می‌کنم با OBS. اما چیزی که گفتم خیلی مهمه دیسپلی کپچرتونه که تصویر دسکتاپتونه که من الان چون اد کردم دیگه ادش نمی‌کنم. ولی این به علاوه که بزنید و اوکی رو بزنید دقیقاً همین پنجره اینجا براتون باز میشه. الان این پنجره صفحه مانیتور منه که چون OBS الان توی کامپیوترم بازه طبیعتاً صفحه خود OBS رو داره می‌گیره و اینجوری تو در تو داره به ما نشون میده. ولی اگه من مثلا OBS رو مینیمایزش کنم این صفحه بروزرمه که بهتون گفتم چجوری میتونید دانلود بکنید OBS رو ازش. دیگه حالا چیزای مختلفی هم باز میتونید بهش اضافه بکنید که من کردم. مثلا ایمیج رو اگه از اینجا اضافه بکنید میتونید اگه پرده کروماکی داشته باشید عکس رو بذارید پشت سرتون اونجوری که من الان گذاشتم، یا آدیو اینپوت اگه داشته باشید مثلا میکروفون به کامپیوتر یا سیستمتون وصل کرده باشید میتونید صدای میکروفونتون رو از اینجا بگیرید. و گیم کپچر هم که میتونید یه بازی رو بهش معرفی کنید که فقط از صفحه اون بازی براتون ریکورد بکنه. یه چیز دیگه هم که اینجا خیلی ممکنه به کارتون بیاد سینای مختلف که اد میکنید این طرف میتونید با ترانزیشن عوضشون بکنید. مثلا این سین که الان داره ریکورد میشه و شما دارید میبینید من میخوام برم روی این یکی سین. اینجا اینو که بزنم الان صفحه سیاه میاد برای اینکه شما بهتر متوجه بشید. الان من یه عکس مثلا اینجا میذارم، مثلا این عکسو الان من به عنوان یه سین دیگه ام میخوام. اول میبینید که اندازش درست نیست، میتونید اینو بکشید قشنگ بزرگش بکنید که فول اسکرین بشه اینجا. اگه هم یه قسمتایی از عکس یا مثلا وبکمتون دقیقاً این دوتا مثل همه نخواهید میتونید آلتو نگه دارید اون قسمتو حذف کنید از عکستون. به همین راحتی میتونید بکشید هر طرفشی که دلتون بخواد و سایزشو به اون چیزی که خودتون دلتون میخواد تغییرش بدید. ولی حالا چون الان من با این کاری ندارم میذارم همون خودش باشه. مثلا این شده الان سین دوم، اینم که اون صفحه‌ایه که خودم دارم باش کار میکنم. الان مثلا من اگه از این سین یکم بخوام برم روی سین دو میبینید که اینجوری میپره. شما مثلا شاید نخواهید که این اتفاق بیفته. حالا اگه دوست داشتید که راجع به این نرم افزار بیشتر بدونید و آموزش‌های بیشتری من راجعش بهتون بدم حتما توی کامنت‌ها برام بنویسید، من پارت‌های بعدی آموزشش هم می‌ذارم. چون محیط نرم افزار خیلی بزرگه، آموزش‌های خیلی زیادی داره، توی یه پارت نمیشه همه چیزو آموزش داد. نرم افزار فوق‌العاده حرفه‌ایه. مثلا شما دارید با این نرم افزار استریم می‌ذارید یا از هاتکی‌ها دارید عوض می‌کنید که می‌خواید سیناتون رو سری وسط گیم پلی‌تون عوض بکنید، می‌خواید اینجوری نپره عوض بشه، می‌تونید از اینجا ترانزیشن براش تعریف بکنید. اینجا مثلا من اگه اینو روی فید بذارم وقتی که سینو عوض می‌کنم ببینید به این حالت عوض میشه، یه حالت موشن داره و عوض میشه، یه دفعه نمیپره از یه سین به سینه دیگه. اینو یه ذره جاشو درست سر بذارم. یا چیزای مختلف دیگه‌ای که هستش مثلا برای ترانزیشن ها، کات که به دردمون نمیخوره، کات همون جوریه که میپره. یا مثلا یه چیز دیگه رو که بذارین سوایپ رو میتونین اد بکنین. اینجا میتونید بهش بگید که چه شکلی باشه سوایپتون، مثلا از چپ به راست عوض بشه. پریویو رو که بزنید بهتون نشون میده که چجوری از یه سین میره روی سین بعدی، مثلا از آببه الان اینجوری داره تغییر میکنه، یا میخواد یه مدل دیگه باشه مثلا از راست به چپ باشه برعکس اون اینجوری تغییر میکنه، یا مثلا آپ داون یا هر مدل دیگه‌ای که خودتون دلتون بخواد. حالا به نظر من همین اولیه خوب بود و همینجوری اوکی. الان من اوکی که بزنم این به صورت سوایپ عوض میشه سینام. همونطور که میبینید الان من روی هر کدوم از سینا که کلیک بکنم صفحه ای عوض میشه. این قسمت کنترل ستینگ هم حتما اگه دوست داشتید توی پارت بعدی بهتون آموزش میدم. پس شما برای ریکورد کردن گیم پلیاتون یه دونه به دیسپلی کپچر نیاز دارید، یه دونه هم به ویدیو کپچر که تصویر وبکمتون رو نشون میده و گفتم بهتون چجوری میتونید وبکمتون رو توش اد بکنید. سه دارم اگه میکروفونتون وصل بود به کامپیوترتون میتونید از آدیو اینپوت کپچر استفاده کنید و ولومش اینجا براتون میاد اگه درست نصب کرده باشید. اگه با گوشی ضبط میکنید یا با یه دیوایس دیگه مثل من که بعداً تو ادیت ویدیو باید اینا رو با هم سینک کنید و ویدیوتون رو درستش بکنید. بچه‌ها امیدوارم که این آموزش هم به دردتون خورده باشه و خوشتون اومده باشه. لطفاً اگه از ویدیو خوشتون اومد یا یکی از مشکلاتتون رو تونستم حل کنم حتما ویدیو رو لایک بکنید و نظرتون رو راجبش توی کامنت‌ها برام بنویسید. تمام کامنت‌ها رو می‌خونم و همه‌شون رو جواب میدم. اگه سوال دیگه‌ای هم راجب گیمایی که می‌ذارم یا راجب نرم افزارهایی که بلدم و دارم باهاشون کار می‌کنم داشتید حتماً توی کامنت‌ها برام بنویسید و ازم بپرسید. در اسرع وقتی ویدیو راجع به اونا هم درست میکنم. خیلی مراقب خودتون باشید. خداحافظ.